نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 23 ذی‌قعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با سیره رسول خدا و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما در دوران حکومت نسبت به الزام مردم به تکالیف شرعی فرمودند: عمل معصوم همانند قول او حجت است و دو معصوم یعنی رسول خدا و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما که حکومت کردند در هیچ جا وارد نشده که در دوران حکومت ایشان مردم را الزام به انجام واجبات و یا ترک محرمات نموده باشند و این مسئله جزء مسلمات است. معظم الله در رابطه با شیوه حکمرانی رسول اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما فرمودند: در دوران حکومت رسول خدا و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما هرگز زندان، شکنجه، ضرب و شتم و قتل مردم دیده نشده و فقط در برخی از موارد احیانا و صرفا از کلام تهدید استفاده شده است. ایشان با اشاره به آیه 84 سوره توبه که و هیچگاه به نماز میت آن منافقان حاضر مشو و بر جنازه و قبر آنها به دعا نیست که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حال فسق و بدکاری مردند فرمودند، در این حال می‌بینیم که رسول خدا بر جنازه سرکرده منافقان حاضر شده و بر او نماز خواندند، لذا مشخص می‌شود که این آیه جنبه تهدید برای منافقان دارد. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: در کتاب معالم نیز آمده که امر دارای معانی مختلفی است که یکی از آن معانی تهدید است و در قرآن کریم هم آیات متعددی در همین معنا که صرفاً معنای تهدید دارد آمده است، اما در این حال تمامی آیات قرآن کریم نیاز به بررسی و تتبع توسط فقها دارد که آنها را استنباط نمایند، چرا که باب اجتهاد و فقاهت مفتوح است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. القرآن کلم تین جایل و کل انسان به مقدار ما أوتي من عند الله عز وجل بهاتين الكلمتين، قال بالحكمة والموعظة الحسنة. رسول الله صلى الله عليه وآله اشقد من أصحابه، هذول أصحاب النبي من كانوا؟ كانوا كفار، كانوا مشركين، كانوا نصارى، كانوا يهود، وصاروا مسلمين كلهم. صار طلع أبو ذر وسلمان وعمار، لا، هذا هو الحياة، هاي هي. فقط الإنسان تصرفه لازم يكون بالحكمة، يعني يشوف هذا أفضل وذاك أفضل، والموعظة الحسنة بالمقدار اللي يقدر للآخرين يوعظ ينبه، أما تنبيه حسن مو بعنف بشدة. هاتان الكلمتان حل لما تقول ولغير ما قلت. الله يوفقك.